حدودا 18-19 سال پشت سر هم کشورهای ناتو و کشور آمریکا دولت افغانستان را حمایت کرده و نیروهای امنیتی ما را حمایت کردند، خصوصا بعد از سالهای 1384-1385 که نیروی پلیس، نیروی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی تشکیل شد، تا به امروز به قاطعیت حمایت شد از طرف کشورهای بیرونی و خصوصا کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو. ما باور دارم که از این به بعد هم اونا این حمایت خود ادامه خواهند داد، برای از اینکه نمیخواین تمام تلاش ها از اونا هدر بره. افغانستان از زیربنا که نگاه بکنیم در همه سطوح تغییرات بسیار کلی کرده. شما نگاهی به شهر کابل بندازیم، نگاهی به هرات بندازیم، یا قندار یا جلال آباد یا بلخ بندازیم، میبینیم که چقدر تفاوت. عکس ها موجوده دیگه، فیلم ها موجوده، کابل به یک ویرانه تبدیل شده بوده، ولی امروز ما میبینیم کابل به یک شهر مدرن تبدیل شده. ضمن از اینکه ما زیربناهای بسیار خوبی هم ساختیم، به طور مثال شما چیزی به نام شهرک صنعتی نداشتیم، امروز شهرک صنعتی هرات خیلی چیزهایی رو داره تولید میکنه که ما سالها وابسته بودیم به کشورهای بیرونی. اینا همه برمیگرده به کمک های کشورهای دیگه. یعنی اگر امروز ما در هرات آب آشامیدنی صحی داریم که بالای 60% مردم از آب آشامیدنی صحی استفاده میکنه، اگر ما امروز در هرات برق داریم که حتی با ولسوالی ها هم رفته، اگر امروز ما سرک های حلقه ویر داریم در اطراف افغانستان که هزاران کیلومتر سرک حلقه ویر ساخته شده، اگر سرک های داخل شهری داریم که اسفالت شده و سرک هایی که به روستاها یا دیهات یا غریجات یا ولسوالی ها وصل میشه اسفالت شده، اینها همه در حقیقت همون کمک های کشورهای خارجی بوده که آمده در افغانستان مصرف شده و هزینه شده و اینها امروز نتیجه از بود. محمد یاسر تیموری، باشنده ولایت هرات. کمک های جام جهانی و ایالات متحده آمریکا در 19 سال اخیر به اقتصاد کشور ما کمک بسیار بزرگ کرده که اینا تونستن با این کمک ها خود مراکز آموزشی، مرکزهای صحی، شفاخانه ها، کلینیک های زیاد بسازن، زیربناهای اقتصادی آیسته آیسته روش بکنه، مکاتب، پانتون ها و مراکز آموزشی زیاده برای افغانستان ایجاد شد. 40 سال میشه به افغانستان جنگ و هیچ کدام نخواستند حاضر به صلح شن، حاضر به گفتگو بشن، ولی حال تونست به کمک جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا اینا به میز گفتگو نشست.